کمیسیون اروپا قرار است روز چهارشنبه قوانین جدید مربوط به بخش انرژی را ارائه کند. مدافعان محیط زیست نگرانند که سوبسیدها و قوانین حمایتی مربوط به بخش انرژی‌های پاک کم و یا حتی حذف شود. اگر این قوانین نباشد، پخش کننده ها می توانند به جای انرژی‌های پاک اولویت را به انرژی‌های هسته‌ای و زغال سنگ بدهند. در حقیقت دیگر انرژی‌های پاک وارد شبکه‌های پخش نمی‌شوند. مدافعان محیط زیست همچنین خواهان بهینه‌سازی مصرف سوخت به میزان حداقل 40% هستند. دیدگاه بروک ریلی از سازمان دوستان زمین: اگر از حالا تا سال 2030 میلادی 40% بهره‌وری انرژی داشته باشیم، جان حدود 250,000 نفر نجات خواهد یافت. می توانیم جلوی مرگ زودرس نوزادان را بگیریم، نوزادانی که بر اثر آلودگی هوا می میرند. در مقابل، فعالان بخش انرژی‌های فسیلی خواهان حذف سوبسیدها و رقابتی شدن بازار هستند. نظر هانس تنبرگ، دبیر کل سازمان یورو الکتریک: باید سوبسیدها حذف شود و در بازار دخالت نشود. در مقابل باید پنل‌های خورشیدی رقابتی شوند. بازیافت بهتر انجام و بین شبکه‌های پخش کننده انرژی رقابت ایجاد شود. باید بهترین راه حل اقتصادی به مردم ارائه شود. قوانین جدید کمیسیون اروپا همچنین باید مطابق مفاد پیمان تغییرات اقلیمی پاریس باشد.